جمهوری و دشمنان آن، نامی که با الهام از کتاب جامعه باز و دشمنانش اثر کارل پوپر روی کتاب تازه دکتر عمر صدر گذاشته شده است. کتاب درباره چیستی نظام جمهوری و نظریه جمهوری خواهی، کتابی که از نظریه های کلاسیک و مدرن سیاسی چهار ویژگی و عنصر جمهوری را معرفی میکند و با توجه به آن به تحلیل وضعیت و نوعیت جمهوری در افغانستان میپردازد. این کتاب از سه دوره جمهوری در افغانستان یاد میکند: کودتای داودخان در سال 1352 هجری خورشیدی که از آن همچون جمهوری خودخوانده نام میبرد، کودتای هفت ثور سال 57 که این کتاب آن را انقلاب از بالا میداند و آن را جمهوری سوسیالیستی معرفی میکند، و جمهوری کنونی یا جمهوری سوم که در سال 1383 ایجاد شد. این کتاب از بحرانهای جمهوری سوم نیز نام میبرد و از ترکیب مفهومی جمهوری شریر یاد میکند که اشاره آن به نوعیت جمهوری افغانستان است و توأم با آن میپرسد آیا امکان تجدید جمهوری ما وجود دارد و اگر بله چگونه. ما در این ویژه برنامه درباره چیستی جمهوری، جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری افغانستان و راهی که جمهوری سوم در پیش دارد میپرسیم با مهمانان این برنامه. آقای دکتر عمر صدر، نویسنده این کتاب که افتخار بخشیدن و حضور یافتن، آقای علی امیری، استاد دانشگاه که حضور دارن، تا خوش آمدن. تشکر. و آقای داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازع که تا دقایق دیگر و بس خواهند پیوست، ایشان در دانشگاه سنت پال کانادا محقق هستند. من یک بار دیگر مهمانان را خوش آمدید میگم. آقای صدر، میخوایم با شما آغاز بکنه و در اول از اینجا که جمهوری یعنی چه، هم در فلسفه سیاسی کلاسیک و هم نظریه مدرن سیاسی. درود به شما و درود به بیننده عزیز و سپاس از این برنامه. جمهوری میشه گفت یکی خوب عنوان یک نهله فکری است در فلسفه سیاسی و دوم به عنوان یک پرکتس و یک ساختار سیاسی است. این دوتا میتونه از هم متفاوت باشه. از نگاه نهله فکری، جمهوری گرایی یا جمهوری خواهی که در فلسفه او را یک نهله هست به نام ریپابلیکانیسم، برمیگرده به عصر باستان همزمان با تولد و یا زایش علم به نام سیاست و ادامه پیدا میکنه تا قرون وسطا با یک تحول ژرف فکری و باز تولد میشه در پایان قرن بیستم که یکی از دانشمندای مطرح اینمی نهله فکری او را برگشت به جمهوری خواهانه میگه، فلیپ پتیت او را برگشت به جمهوری خواهی میگه. حال در امی سه مقطع فکری دیدگاه جمهوری خواهی کاملا از هم دیگه فرق میکنه. در آغاز آنچه که ما به عنوان رس پابلیکا در لاتین و در یونانی میدانیم، به نام به دولت به یک ساختار سیاسی که ساختار سیاسی که او حقوقی باشه و از بالا جامعه را کنترل بکنه اطلاق نمیشده. رس پابلیکا به یک امر عمومی اطلاق میشه، آن چیزی که متعلق به همه است. شما میدانیم که در دولت شهرهای یونان امر عمومی امر بود که تمام احاد شهروندان، که هم تعریف ویژه از خود داشت، مجزا از غلامان، مجزا از کودکان، زنان و اجنبی ها، اینا همشان در امور جمعی تصمیم می گرفتن، اما به هیچ نوع اطلاق به یک ساختار و نظم سیاسی به نام دولت نمی شد. کانسپت یا مفهوم دولت بهتر زاییده می شود، او در دوره یونانی ها است، به نام یک سازمان حقوقی که از بالا جامعه را کنترل بکنه. رس پابلیکا در این دوره یا جمهوری به این دوره به یک معنای ساده داشته، به معنای دولت قانون یا دولت که حاکمیت قانون داره، اما الزاماً به معنای یک نظم دموکراتیک نبوده، به این معنا که بسیاری از فیلسوفان همی عصر مثل کانت وقتی که به مسئله جمهوری میپردازه، او هم دولت هایی که شاهی هستند
و هم دولت هایی که مردم سالار هستند هر دوش در زیر مجموعه دولت جمهوری میپنداره مشروط به اینکه این دولت ها باید قانونی باشه یا مبتنی بر نظم قانون اساسی مدنی استوار باشه. این تحول مفهومی که در عصر باستان صورت میگیره و بعد میاد در عصر میانه که توسط کسای مثل مونتسکیو، روسو، کانت اینا دوباره مفهوم پردازی و تیورایز میشن. این اندیشه ها آهسته آهسته میتونه بالای بسیاری از بنیانگذارهای ایالات متحده آمریکا تاثیرگذار باشه و همچنین بالای انقلاب کبیر فرانسه. کسایی مثل جیمز مدیسون یا آدامز از وقت فدرال تاثیرگذار بنیانگذار آمریکا هستند، اینا به شدت متاثر از مونتسکیو هستند، به شدت متاثر از روسو هستند. اینا دوباره میان به دوباره یک چالش کلان که برای اینا هست یا یک دغدغه کلان که میشه برای گفت فرارای از اینا هست، چگونگی نظم سیاسی در یک دولت که میخواد استقلال خود بگیره از بریتانیا. یا و در اینجا است که یک نوشتگاف مفهومی بین دموکراسی و جمهوری ایجاد میشه. دموکراسی تامین قرن 18 به عنوان نظم سیاسی پذیرفته میشد که در اوج اشتراک مستقیم شهروندان در امور سیاسی وجود داشت. به معنای یعنی دموکراسی مستقیم. درست. مفهوم دموکراسی انتخابی یا دموکراسی غیر مستقیم تا این عصر وجود نداشت. اینمی عصر است که پدرای تاثیرگذار بنیانگذار آمریکا میان که خب در کشوری که از نگاه جغرافیایی و از نگاه نفوس به مراتب گسترده‌تر است از دولت شهرهای روم و یونان کرده. آیا ممکن است که ما دموکراسی مستقیم را تطبیق بکنیم یا پرکتیس بکنیم؟ که میگن نه. به او خاطر اینا یک گذار میکنن، میرن به طرف دموکراسی غیر مستقیم انتخابی که بدون شک هم تیورایز را قبلا توسط کسای مثل میل. درست. اما خب در این اثر حداقل چند مؤلفه کلیدی که برای نظام جمهوری تعریف میشه بدون شک یکی خود هم حاکمیت قانون است که توسط کسای مثل مونتسکیو یا کانت عنوان شده بود. افزون بر از او دموکراسی غیر مستقیم یا انتخابی هم جزء از این نظام میشه. درست. دموکراسی غیر مستقیم. این دوره باز یک برگشت هم داره به خاطر از اینکه در قرن 19 لیبرالیسم به عنوان نهله فکری جای جمهوری خواه را میگیره. بله. جمهوری خواه یک تفاوت با لیبرال ها دارن و این تفاوتی است که لیبرالیسم اولویت به فرد خودمختار و ذی حق میتن. خب یک نگاه گذرا و مختصر بسیار خوب داشتن. وقتی که امروز ما جمهوری میگیم، یعنی من منظورم جمهوری به معنای مدرن است. بله. پس صرفاً منظور ما از جمهوری به عنوان یک نظام سیاسی این نیست که مثلا دموکراسی باشه یا لیبرالیسم باشه، چیز فراتر از این هاست یا تلفیق از این هاست. بله. خب اینال بدون شک چیز فراتر از لیبرالیسم و چیز فراتر از دموکراسی است. لیبرالیسم بدون شک متکی است به یک فرد خودمختار و ذی حق، اتونوموس اندیویجوال است. اما جمهوری خواه یک نقد بینمی داشتن. روانده که در قرن 19 و در اوایل قرن 20 طی شد این بود که فرد ذی حق و خودمختار آهسته آهسته به کرختی و رکود فعالیت اجتماعی رفت. بله. اینا دولت لیبرال ها بیشتر دولت را ملزم به حفظ حقوق و آزادی های فرد تعریف کردن و در نتیجه از این پروسه خب فرد حقوق را داشت، میتونست در پروسه سیاسی اشتراک بکنه. بس. از او جمله مثلا انتخابات. اما جامعه سیاسی امو صلابت، امو جنب جوش، امو نبوغ که داشت او را از دست داد. جمهوری خواه آمدن این را یک نقد کردن بالای لیبرالیسم و گفتن که فرد باید که بنان یک فعال اجتماعی در امور سیاسی سهم بگیره. یک دومین نقد جمهوری خواه بالای تعریف آزادی از لیبرالیسم بود. بله. تعریف کلاسیک که در فلسفه سیاسی از آزادی وجود داره به معنای عدم مداخله است. شما میتونین که آزاد باشین هر زمانی که کس دیگری یا نهاد دیگری در امور شما مداخله نکنه. ده. اما کسایی مثل کوینتن اسکینر و یا فیلیپ پتیت اینا آمدن یک نقد برای مفهوم آزادی وارد کردن و این گفتن که الزاماً چون این چیز یک وضعیت آزاد را تعریف نمی کنن. از عدم سلطه هر سلطه از عدم سلطه هستند که یا انتی پاور میشه. از درست. بله. بله. خب چون در ادامه بحث نیاز میشه آقای دکتر صدر، ما میخوایم که در همی اول مقدمتاً به همون چهار عنصر اساسی که من در پیشگفتار برنامه گفتم چهار عنصر یا چهار ویژگی اساسی یک جمهوری هم شما به پردازین، البته نه فعلا با توضیحات مفصل چون در ادامه ما میایم. خب در ادامه همین مبحثه که چگونه آزادی باید باز تعریف شود. بدون شک شما آزادی را در یک سازمان سیاسی یا در یک پولیتی تعریف میکنین
و او به این معنی است که باید بیندیشیم که چگونه نظم سیاسی و ساختار سیاسی شکل بگیره. جمهوری خواه بیشتر نظرشانی است که نظم سیاسی دولت باید طور شکل بگیره که هر نوع استفاده خودسرانه قدرت بله. توسط حاکمان جلوگیری بکنه و این باعث میشه که یک سری ویژگی ها برای نظام جمهوری تعریف شود. اولین و مهمترین از او قیود قانون اساسی است که ای باید از هر نوع مطلقیت اعمال قدرت جلوگیری باید بکنه. دومین موردش دموکراسی مناظره‌ای است که ما چندین نوع دموکراسی داریم، دموکراسی بسیار سازندگانه است. و سومین موردش فضیلت مدنی است که شهروندا باید فعال شوند و آخرین موردش آنچه که در عمل است شهروندی فعال است. بسیار خوب، روی هر کدام از اینا ما پرسشای دارم و میایم. من خواستم در اول به صورت شما روار از اینا یادآوری شوم. بخوام امیری، من میدارم شما میان خوبی با ادبیات هم دارین. اول اگر بگین که آیا اصطلاحی که در این روزها، در این ماها بسیار در افغانستان استفاده میشه، جمهوریت صحبت بکنیم، آیا یک غلط رایج مشهور است، مثل که آقای دکتر صدر در کتاب جمهوری و دشمنان آن از او یاد میکنه؟ اگر بله، جایگزین ها چی است؟ یعنی ما بعد از این جمهوری بگویم، جمهوریت بگویم؟ همین یک سوال مهم است. خب ما البته اونقدر زیاد از لحاظ گرامری چیز نمی کنم، ولی جمهوری خوب بیشتر به صورت صفت با کار می رود. در اینجا به نظر من اگر جمهوری خواهی گفته می شد که اسم بود بهتر بود. باز توجه آقای دکتر صدر را در مورد انتخاب چیز هم در نظر بگیریم. اگر منظور ما بستگی داره که در ذهن ما چی باشد، آیا ما از واقعیت به نام ارزش های جمهوری در یک جامعه صحبت می کنیم وقتی که ما از جمهوری و دشمنان اون صحبت بکنیم، یا از یک نظریه به نام نظریه جمهوری خواهی صحبت میکنیم؟ بسته به این که امی واژه به ذهن ما، به ذهن نویسنده مثلا از کدام واقعیت در بیرون حکایت میکند میتونه متفاوت باشه. ترجیح ما این بود که اگر جمهوری خواهی رو من حیث یک نظریه یا ارزش ها، که البته هر دویش مورد عدمیه، ما به اشاره میکنیم که تا جایی که به مورد افغانستان برمیگردد، ما نمیتوانیم نه از جمهوری یاد به عنوان یک فرهنگ سیاسی یاد کنیم، چون فرهنگ سیاسی یک فرهنگ سلطانی و کینگشپ است که چی نامش رو جمهوری اول بگیریم، دوم بگیریم، سوم بگیریم، اما فرهنگ خود را ادامه داده و جریان داره. و چی به عنوان یک نظریه سیاسی یاد کنیم؟ ما یک توضیح کوتاه بگویم. در غرب ما دو تا جریان داشتیم که دو تا نظریه در واقع داشتیم که اینا به دموکراسی های معاصر و حاکمیت قانون رسید. یکی نظریه مشروطیت بود، مشروطه خواهی، که بیشتر در کشورهای سلطنتی و نظام های پاپی و اینها بودند، که همیشه این بحث بودند که آیا فقط قدرت در دست پادشاه است یا در دست پاپ است یا کسای دیگه هم فرق دارد. اصلا به یک مدت طولانی چندین قرن نظریه مشروطیت تدوین شد که از آکویناس تقریبا شروع می شود تا می رسیم به قرن 17 و دیرتر از او. کسایی که تاریخ اندیشه سیاسی را با مبانی الهیاتی تحلیل میکنه، یک بخش دیگه هم جمهوری خواهی. دوران باستان کار نداریم، جمهوری خواهی جدید بیشتر بحث مشروطیت به او نبود که ما قدرت مطلقه را چه رقم مشروط کنیم، بحثی بود که عوام چطور منافعشان به هم مشترک میشه. به خاطر است که ما قرارداد اجتماعی را نظریه در جمهوری خواهی نه نظریه برای مشروطیت. ولی ممکن که ما نظریه مشروطه خواهی را از آثار آکویناس و از الهیات جامعه و از اینها به دست بیاریم. اگر این رقم در نظر بگیریم، ما در افغانستان نه یک سیستم یا ساختار فرهنگ سیاسی، دقیق ترش بگویم، نه یک فرهنگ سیاسی داشتیم. قهرن ساختارم که چی؟ فرهنگ سیاسی داشتیم که او ارزش های جمهوری در اونجا مندرج باشه و بخش از مردم حداقل از او دفاع کنه و بخش از او باشد. نه، فرهنگ سیاسی ما فرهنگ سلطانی بوده و در اونجا حتی اگر نامش را جمهوری یا هر چیز دیگه میگذاشتیم، جمهوری دموکراتیک و حزبی و همه یا جمهوری اسلامی، روی هم رفته همون فرهنگ سلطانی و فرهنگ سیاسی خودخور نشان میداده. و بلحاظ یک نظریه هم ما یک نظریه به نام نظریه جمهوری خواهی نداشتیم. از خاطر وقتی شما به عنوان کتاب برمیگردید، یک کمی برای من مبهم است، گیج کننده هست که ما با جمهوری و دشمنان آن اخصا در پس زمینه تاریخ سیاسی افغانستان چی میخواهیم بگیم؟ آیا ما یک نظریه جمهوری خواهی داشتیم که مثلا از یک قرن پیش، یک و نیم قرن پیش ادامه داشته و فعلا نظریه های افراطی آمده ایره تهدید میکنه، دشمنانش است که شما باور دارین؟ نداشتیم چیزی. یا ما مثلا فرهنگ سیاسی ما یک فرهنگی
شباهت به فرهنگ جمهوری خواهی داشته، یعنی این بوده که قدرت سیاسی حاصل اجماع عوام باشه. جمهوری خواهی جدید را اگر شما در نمونه فلورانس، خوب شد که آقای دکتر صدر به مورد ماکیاولی اشاره کرده که به نظر من فوق العاده مهم است، اگر این موردها را شما در نظر بگیرید، ما از لحاظ واقعیت اجتماعی و فرهنگی هم با چنین چیز شاهد نیستیم. اینال اولین ابهام همی میشه که آیا ما میتوانیم به صورت ایجابی و به صورت مثبت در افغانستان با این فرهنگ سیاسی، با این سابقه، با این نظام های متعدد و رنگارنگ آمده، ما میتوانیم که از جمهوری و دشمنان اون در افغانستان صحبت؟ درسته، یک نظامی که خود را جمهوری خوانده، آقای دکتر صدر جمهوری داوود خانی را خود خوانده گفته، آقای صدیق فرهنگ را جمهوری شاهانه گفته که به نظر من تعبیر بسیار مناسبیه. اونم خود را یک سلطان بود که رئیس جمهور نام کرده بود. به همین ترتیب اگر این را در نظر بگیریم، خیلی دفاع از کی در خطر است، کجا در خطر است، اون موضوعی که در خطر است اون خیلی مبهمه. حالا صرف شما بحث به ادبیات بردید، به نظر من خود یعنی به لحاظ واقعیت اجتماعی هم مبهم است که چی در خطر است. درست، من میخوام کمی بشنویم از آقای دکتر صدر در همین رابطه، بعد میریم با آقای قیومی. درست، نه ما کاملا موافق هستم با استاد امیری که ما به عنوان یک نهله فکری جمهوری خواهانه را نداشتیم. ما از نگاه نظم سیاسی هم بدون شک آنچه که ما در چندین بار تجربه کردیم از حداقل اسمن نظم سیاسی جمهوری خواهانه نبوده. خب تلقی ما از کتابی است که بالاخره یک به عنوان اگر ما نظریات سیاسی را بر من یک امر جهانی یونیورسال بپذیریم که نه در انحصار غرب باشه، یک چیز به نام جمهوری خواه، مکتب جمهوری خواهانه وجود داره که تجربه مشترک یک ایده از بشر است و به امروز به عنوان یک مدل مطلوب سیاسی پذیرفته شده، چی ما خوش داشته باشیم چی خوش نداشته باشیم. و حداقل اگر میخوایم که ما نمونه یک مدل سیاسی رو تجربه کنیم، خب بدون شک باید به اصول از او برگشت بکنیم. سوال که ما در پژوهش داشتیم است که این نظم سیاسی ما چقدر با اصول و ارزش‌های اینمی نهله فکری تطابق داره. خب از نگاه تئوریک میشه یک بحث را مطرح کردی که چرا باید اصل قرار بدیم تجربه سیاسی غرب را و بر مبنای از او واقعیت‌های عینی جامعه شرق را بپذیریم، چرا نریم از دل جامعه شرق ما خود ما بعض مدل‌های را مطرح بکنیم که جدا از تجربه غرب باشه. میتونه یک اسلوب دیگه باشه، اما دغدغه ما این بوده که بدون شک نظم کنونی فعلی با حاکمانش که در دو دهه تجربه شده یک نظم جمهوری خواهانه نبوده. تجربه قبلی ما هم تجربه جمهوری خواهانه نبوده. از نگاه نهلی فکری هم ما به شدت با فقر از ما با فقر چی که میشه بگیم با عدم وجود انمود یک نهلی فکری ما مواجه هستیم. اگر جنبش مشروطیت افغانستان شما مرور بکنید، چی از اسناد دولتی باشه، چی از روزنامه‌ای که باقی مانده و چی از خاطراتی که مشروطه خان بر ما نوشته کرده، شما می‌بینید که یک جنبش است که با یک سری خواستار مطرح میکنه به عنوان یک خواست سیاسی. بله. اما هیچگاه این خواستای سیاسی با یک عقبه فکری و فلسفی پشتوانه نشده است. دقیق. تقریبا نمی‌شه بگید. بله. آقای امیری، موضوع بسیار مهم است. در افغانستان هم تو شما گفتین نظری سیاسی بومی جمهوری خواهی هیچ زمان وجود نداشته و این دکتاب میشه جبسا یادواری میشه، ولی جمهوریت یا جمهوری به عبارت چه خودخوانده چه شاهانه یا هر چیزی، یا امروز که جمهوری سوم میگن آقای دکتر صدر، وجود داشته. نباید فرصت طرح مسئله جمهوری خواهی همچون یک نظری سیاسی یا همین فضا در افغانستان فراهم میشد یا شوه؟ حالا شوه با این موافقم و از این جهت پیشترم یادآوری کردم که کار دکتر صدر یک آغاز بسیار خوب است، ولی با یک اختلاف نظر کوچک در مورد نقطه عظمت داریم. آیا پرسش ما این است که چون جمهوری خواهی یک نظریه بسیار جهانی هست و به یک مدل مطلوبی از حکومت داری منجر شده، بنابراین ما هم باید این رو مطرح کنیم؟ خب این از لحاظ نظری به غنای ادبیات سیاسی جامعه 100% کمک میکنه، ولی تا جایی که برگردیم به تجارب سیاسی و فرهنگ سیاسی افغانستان، پرسش اساسی تر مطرح او این است که چرا با که ما وارد جمهوری سوم شدیم هیچگاهی نه اندیشه جمهوری خواهی و نه ارزش های جمهوریت در اینجا پا میگیره؟ این ما رو به فرهنگ سیاسی افغانستان میبرم. من میخواستم با آقای دکتر
صحبت بکنم که یک نقطه مخفول در این تحقیق که البته فوق العاده ارزشمندم هست نادیده گرفتن فرهنگ سیاسی افغانستان. ما پیشتر گفتم فرهنگ سیاسی ما فرهنگ سلطانیه. نام از رو میخواهید جمهوری اول بگذارید، دوم بگذارید، سوم بگذارید، جمهوری اسلامی بگذارید، هر چی که بگذارید، کسی که زمامدار میشود در اینجی او بر الگوی فرهنگ شاهی، بر الگوی فرهنگ سلطانی یا همون کینگشپ عمل میکنه، خود را یک سلطان در نظر میگیره و مردم هم از او تقاضای یک سلطان را داره، کلید حل مشکلات را همه را در دست او میبینه، میخواد همه مشکلات را او حل کنه. او سایه خدا در زمین درست. اگر هم نباشد در عمل هست. این فرهنگ گوهر فرهنگ سیاسی باشه. سوال اصلی اینه که هیچ که نشد مثل یلتسن یا ریچارد نیکسون ابر رئیس جمهور خدا. ابر رئیس جمهور. سوال اصلی اینه که در یک همچو جامعه با یک همچو فرهنگ سیاسی ما به فرض که نظریات جمهوری خواهانه را از جاهای دیگر بگیریم، من محلی‌گرا نیستم و اتفاقا طرفدار استفاده از نظریات قوی هستم، ولی سوال ما این است که با این واقعیت اجتماعی و فرهنگی آیا نظریات جهانی مثلا جمهوری خواهی جواب میدهد برای ما؟ چی چیز مانع است که یک نظریه قوی مثلا فرض کنیم در هند جواب میده، در یک جای دیگر جواب میده، در ایالات متحده جواب میده، ولی در افغانستان جواب نمیده؟ به نظر من اگر ما بخوایم دنبال نظریه ها بگردیم میتونیم نظریات زیاد پیدا کنیم، ولی کار اصلی ما نقد فرهنگ سیاسی در افغانستانه که یک صد سکندری برای هر نوع تحولی مثبت و اصلاحات است. بسیار خوب، تشکر آقای قیومی، شما هم بسیار خوش آمدین به برنامه. من اول میخوایم از همین سوال شروع کنم که باور شما چی است؟ وقتی ما جمهوری میگیم منظور ما چی است؟ بسیار تشکر، سلام خدمت جناب دکتر سیف صدر و استاد امیری. خب من فکر میکنم جمهوری زمان میتونیم که بیشتر به اهمیتش به کاربردش پی ببریم که با یک بحث مقایسه‌ای داشته باشیم. یک قسمت صحبت دوستان را من موفق شدم شنیدم. البته اگر ما در کانتکست خود افغانستان به پیشینه جمهوری را بررسی بکنیم چندان سابقه نداره. نخستین جمهوری که در افغانستان شکل میگیره در پی یک کودتاست، کودتایی که البته داوود خان بر علیه نظام شاهی انجام داد، اما پیامد این کودتا اگرچه در کوتاه مدت شکل گیری یک جمهوری است، یعنی یک جمهوری شاهی شکل میگیره، اما بعد از او چندین دهه جنگ است، کودتاهای پی در پی صورت میگیره که چندان جمهوری در افغانستان قوام پیدا نمیکنه. اما روی هم رفته در 3-4 دهه اخیر تحولات افغانستان، من فکر میکنم که حکومت جدیدی که در قالب جمهوری که پیشتر دوستا هم جمهوری سوم نامیدن شکل میگیره، تا حدودی یک نوع تصویر جدیدی را مردم ما از جمهوری داشتن. جمهوری به معنایی که آزادی فردی باید در نظر گرفته شود و قطعا یک رکن بسیار اساسی جمهوری است و در نظام‌های جمهوری کاملا بازتاب پیدا کرده. جمهوری به معنایی که حقوق شهروندی در نظر گرفته شود، جمهوری به معنایی که البته آزادی بیان وجود داشته باشد، آزادی اندیشه وجود داشته باشد، نقد وجود داشته باشد، جمهوری به معنایی که مردم تعیین کننده باشند. هر نظامی که شکل میگیره البته در چارچوبی به دموکراسی و انتخابات تعیین کننده سرنوشت خود مردم باشد، نه نظام هایی که البته بیشتر نظام های دیکتاتوری یا نظام های الگارشی که شکل میگیرن حتی زیر عنوان جمهوری. روی هم رفته من تصور میکنم که اگر حقوق شهروندی وجود نداشته باشه، اگر آزادی وجود نداشته باشه، جمهوری چندان معنا و مفهومی نداره. بسیار خوب، یک موضوعی که در همه کتابم به او پرداخته شده اوی است که آیا امکان یک توافق صلح با طالبا همین جمهوری کنونی را، جمهوری سوم را که سال 83 تأسیس شد، ایجاد شد، با تهدید وجودی روبرو کرده، با خطر روبرو کرده یا خیر؟ دیدگاه شما در این باره چیست؟ بدون شک دو دیدگاه وجود داره. فراتر از این که ما در یک مرحله گذار قرار داریم، مرحله گذار جنگ به ایجاد صلح،
طبیعتاً یک چالش در برابر جمهوری همی مرحله است که چه رقم هم بتانیم جمهوری را حفظ بکنیم و هم بتانیم که صلح پایدار در افغانستان شکل بگیره. یک چالش است و بدون شک حمایت مردم از جمهوری و حمایت شهروند از جمهوری کمک میکنه که این مرحله موفقانه سپری شود. نکته دومی که پیشتر در صحبت های آقای امیری هم اشاره شد، مخصوصا بحثی که اگر ما جمهوری را یک طرف مورد بررسی قرار بدیم و از طرف دیگر فرهنگ سیاسی مردم افغانستان را، تا حدودی در مطبوعات غرب مخصوصا پیش نظریه پردازایی که راجع به افغانستان شناخت دارن، یک دیدگاه شکل میگیره که چیزی به نام دموکراسی، چیزی به نام جمهوری در افغانستان، کشوری که دست کم در حدود 20 سال است که جامعه جهانی رابطه بسیار نزدیک داره، کمک های زیادی در افغانستان صورت گرفت به خاطر تغییر اجتماعی، به خاطر البته پیشرفت دموکراسی، اما در تناسب همکاری جامعه جهانی و تلاشایی که صورت میگیره دستاورد بسیار محدود است. بنابراین سوال ایجاد میشه چرا وقتی که این سرمایه گذاری بعد از جنگ دوم جهانی در چارچوب طرح مارشال در اروپا صورت میگیره، چرا دموکراسی یا صلح، پیشرفت اینا به شدت به گسترش پیدا میکنه که نتیجهش امروز ما میبینیم در قالب اتحادیه اروپا خوب نتیجه میده، اما وقتی در بحث افغانستان همکاری ها صورت میگیره نتایجش بسیار محدود است. یک دیدگاهی که شکل میگیره است که فرهنگ، البته بخشی از مردم افغانستان یا فرهنگ مردم افغانستان یک فرهنگ سنتی است، فرهنگی است که در برابر جمهوری، در برابر دموکراسی تا حدود زیادی مقاومت میکنند. مردمی که چندان هنوزم از جمهوری یک تعریفی درست ندارن، از دموکراسی یک تعریفی درست ندارن، حتی در بعضی مناطق محلی با توجه به تبلیغاتی که از طرف طالبا و گروه های فاتی صورت گرفته، بعضی ها تصور میکنن که ممکن است که ارتش های اسلامی در تناقض موافق باشین. بعد از وقفه ادامه بتیم آقای خیمی، بسیار تشکر. ادامه برنامه را پس از وقفه ببینید. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای قیومی بفرمایید ادامه حرف شما. تشکر. فقط میخواستم در جمدی بخش اول صحبت اشاره بکنم که بنابراین یک دیدگاه نسبتاً تا حدودی منفی در ارتباط با افغانستان هم در بین اندیشمندان غربی وجود داره که یک تعداد به این باور هستند که خود جمهوری یا دموکراسی با توجه به فرهنگ سنتی مردم افغانستان چندان نمیتونه که مؤثر باشه. از همین جهت است که گفته میشه با مخصوصا به غربی ها بحث اساسی امنیت و ثبات افغانستان است و یکی از افغانستان گروه های تروریستی به هدفی حمله به منافع کشورهای دیگری حمله نکنن بیشتر توجه میشه. یکی از دلایل توافقی که با طالبان صورت میگیره همین مسئله است. هنوزم بحث جمهوری یک مسئله مهم و جدی نیست، اما روی هم رفته چیزی که خیلی کمک میکنه به قوام جمهوری یا در واقعی که جمهوری ثباتش بیشتر باشه، استقرارش بیشتر باشه، نقش مردم است، نقش شهرونداز و به نظر ما عبوری بسیار موفقانه از این دوره کنونی که بیشتر گفتم دوره گذار از جنگ متفاوت. درست. بسیار تشکر. خواهی دکتر صدر، میرسیم به جمهوری اسلامی. ترکیب مفهومی جمهوری اسلامی یعنی چی؟ جمهوری و جمهوری خواهی در تفکر مسلمان ها از چه زمان شروع میشه؟ کیها مطرح میکنن؟ و از جانب دیگر موضوع بسیار مهمی که در آخر کتاب شما هست جمهوری شریر هست. شما از جمهوری شریر یاد میکنن، منظورتان چی است؟ آیا جمهوری فعلی در افغانستان، نوعیت جمهوری افغانستان، یک جمهوری شریر است؟
در مورد از یک جمهوری اسلامی چی است، حداقل از دو گرایش میتونیم که به این مسئله بپردازیم. یکی خو میشه که از نگرش هنجاری فلسفی استفاده کرد که آیا واقعا جمهوری، اصل جمهوری و نان یک نهله فکری فلسفی با اصل اسلامیت قابل وفق هستن یا نه. یک گرایشی میتونم باشه، اما گرایش دیگه هم است که از نگاه تجربی ما و شما مثال های عینی که در چند کشور تجربه شده به نام نظم سیاسی، ما این از نگاه عینی و تجربی به تحلیل بگیریم که آیا اینمی ترکیب به نام جمهوری اسلامی چی است. و رساله ما بیشتر به نگرش دوم پرداختن، نه به اون نگرش اول که آیا این دو تا با هم دیگه در تضاد هستن یا با هم آشتی پذیر هستن. بدون شک کسای زیادی هم که مثلا در پروسه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش داشتن، مثل رفشنجانی یا کسای پسانتر مثل کدیورس، برای این مسئله پرداختن که تلفیق و عدم تلفیق از دوتا را ببینن. حال از نگاه تجربی چهار کشور جمهوری اسلامی را به یدک میکشن، حداقل می عنوان را. جمهوری اسلامی پاکستان است، ایران است، افغانستان است و موریتانیا است. از نگاه تجربی هیچ کدام سنخیت بین نظم سیاسی سه کشور وجود نداره. حتی فلسفه و میان آمدن جمهوری اسلامی کاملا متفاوت است. در پاکستان میدانیم که ایده محمد علی جناح یک آدم کاملا سکولار بود، اما ایده تولید کشور بر محوریت اکثریت مسلمانی از اقبال آمد و کسای دیگه که اونا با یک فکر اسلامی و نگارش اسلامگرایی داشتن. خطابه اول علی جناح اگر شما بشنوین کاملا یک خطابه سکولار است، میگه که در این کشور اگر مسلمان است، اگر هندو است، هر کس دیگه است، میتونه زندگی بکنه. یک نظم است که به میان آمده جدا از هندوستان، اما محوریت از او دین نیست برای جناح. اما بعدتر اسلامگرای مثل ابو علا مودودی و کسای دیگه که در جماعت اسلامی پاکستان بودن، اینا آمدن یک سری ایده ها را مطرح کردن که او حاکمیت بر طرح حاکمیت سیاسی بر مبنای حاکمیت الهی بوده، اما در چارچوب همی حاکمیت الهی یک سری ارزش های دیگر هم که مثلا حفظ حقوق اقلیت ها است، اراده جمعی شهروندان از طریق انتخابات است، او هم مطرح شده. این مدل جمهوری در پاکستان، جمهوری اسلامی در پاکستان است. مدل جمهوری اسلامی که است در ایران کاملا متفاوت است و بر مبنای نظم ولایت فقیه استوار است. این جمع شما یک سر کاملا دگرگون فکری را میبینید. مثلا خمینی در سالهای اول که در فرانسه بوده تعریف که از جمهوری عنوان میکرده، میگفتم من جمهوری را در خیال و تصور خود دارم که عین فرانسه باشه. اما وقتی که خمینی داخل ایران میشه با یک نگرش بسیار ژرف فکری مواجه میشه و بسیاری کسا را در جنبش که زد شاه بودم و شوکه مواجه میکنه. پس آنطورا میگه که در تعریف خمینی میگه که جمهوری اسلامی هر آن ساختار است که در غرب پرکتیس میشه، اما با اضافه از این که ایجا قانون الهی هم تطبیق میشه در جمهوری اسلامی. اما چیزی که جمهوری اسلامی ایران را از پاکستان متمایز میسازه، او ایجاد یک سری ساختارهای سیاسی است که در انحصار یک قشر خاص اجتماعی به نام آخوند وجود داره یا ملا. شما مثلا رهبری را دارین که الزاماً این ملا باید باشه. شوراهای مختلف را که شورای نخبگان است یا نگهبان است، خبرگان است یا نگهبان است، اینا همشون در انحصار ملا وجود داره. خیلی تجربه سیاسی در قبل از اسلام هم در قبل از دنیای معاصر اسلام هم وجود نداشته. در افغانستان چیز متفاوت تر هست و شما مترقی تر میدانین از افغانستان. خب چرا مترقی تر است؟ یکی که در نظم سیاسی که افغانستان در قانون اساسی 1382 هیچ نهاد دینی در انحصار قشر روحانی قرار نداره. حداقل سه رکن اساسی دولت: اجرایه، مقننه و قضایه. شرایط طور وضع نشده که این تنها مشروط بسازه به اولویت دادن قشر روحانی. مثلا در مورد قضا گفته شده که میتونه قضا شرطش است که هر کس که میتونه بخواد در شورای عالی دادگاه عالی باشه، دانش فقهی میتونه داشته باشه، اما دانش فقهی شرط تنهایی نیست، دانش حقوقی هم لازم است. یک. دومی که مرجع قانونگذاری که در بسیاری اوقات سکولاریسم از یک دولت دینی تفکیک می‌سازیم، یک مرجع قانونگذاری و سیاستگذاری است. مرجع قانونگذاری در افغانستان انحصاراً شریعت نیست، مثلا برعکس نظام‌های مثل عربستان سعودی، نظام‌های مثل ایران، شریعت یا تنها مرجع قانونگذاری است یا مرجع اول قانونگذاری است. قانون اساسی افغانستان یک روش سلبی را پیش گرفته. به این معنی گفته شده که هیچ قانون نمی‌تواند در تضاد با اصول و ارزش‌ها و اعتقادات. اصول در قانون اساسی 64 آمده و در این قانون اساسی فعلی آمده که اعتقادات و ارزش‌های دین اسلام باشه. به این معنی که قانون از اراده شهروندان مشعت میگیره که او از طریق انتخابات میه، اما به گونه سلبی
نباید تضاد باشه. خب سوالی است که چنین موارد را کی باید ارزیابی بکنه و کی باید نظارت بکنه؟ معمولا خب در نهادهای غربی یک اصل است به نام جودیشل ریویو یا بررسی قضایی که تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی یا قانون مادر توسط یک دادگاه خاص یا یک شورای خاص ارزیابی میشه. ماده سوم قانون اساسی افغانستان که گفته شده که هیچ قانون نمیتونه در تضاد با اسلام باشه، مکانیزم اجرایش واضح نیست. خب کی کسه بالاخره قضاوت میکنه که فلان قانون در تضاد با اسلام است یا نیست؟ خب اینی خواست اسلامگرا است، مثل طالبا که اونا دایشان نیست که یک شورای عالی علما ایجاد شود که او هم گیت کیپر یا ترافیک قوانین باشه و او را صداقتشان و عدم صداقتشان را با اسلام ببینه. از او خاطر من میگم که نظام جمهوری اسلامی در افغانستان با وجود که دین اسلام را به عنوان دین دولت به رسمیت شناخته، اما در موارد دیگر نسبت به جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران بسیار مترقی تر است. یعنی به گونه مقایسه ای مثلا در پاکستان صلاحیت بررسی تطبیق قوانین را با اسلام قاضی ها داره. قاضی میتونه در حین اجرای حکم اینمی صلاحیت قضایی را داره که رأی خود را صادر بکنه و ببینه، اما در افغانستان چون این چیز نیست که آیا واقعا قاضی میتونه این کار را بکنه یا شورای این کار را بکنه. بخش دوم سوال که جمهوری شریر است، من میگم بعدا اگر بپردازیم. بخوای امیری با توجه به آنچه که شما پیشتر گفتن، من میخوایم و از ماکیاولی هم یاد شد، یک تقسیم بندی ماکیاولی که از انواع دولت ها داره و در کتاب آقای دکتر صدر از او یاد میشه، سلطنت، نخبه سالاری یا بریستوکراسی و مردم سالاری یا دموکراسی، که میگه با آسانی هر کدام اینها، مثلا سلطنت میتونه به استبداد تبدیل شوه، بریستوکراسی میتونه که به اولیگارشی یا گروه سالاری تبدیل شوه و دموکراسی میتونه به انارشی یا آنارشیزم تبدیل شوه. ما میخوایم بپرسم که داشتن نگاه قدسی به یک شکلی از نظام یا یک شکلی از دولت، یک شکلی از نظام سیاسی، مثلا جمهوری، مثلا امارت، درست است یا نه؟ بدون پرداختن به محتوا، موضوع بسیار مهمه که شما در بخش اول از حرفایتون گفتید. بسیار سوال اساسی و مهم است. من به یاد یک گپی که اطمان آقای دکتر صدرم و کتاب را دیده، مفهوم امر قدسی، The Idea of the Holy، یک نویسنده معروف آلمانی که کتاب بسیار قدیمی هست، 107 سال به نظر مزی گذشته افتادم، او میگه که فقط امر قدسی قدسی است. این بسیار نکته است. یعنی ما باید اون چیزی که مقدس است مقدس بسازیم، ولی مقدس سازی های گسترده امر قدسی را نابود مونه. میرچا الیاده یک محققی است که روی امر قدسی و تاریخ دین بسیار کار کرده، یک کتاب داره به نام مقدس و نامقدس. او میگه هر وقت که شما حوزه امر قدسی را تسری دادید به جاهای دیگر و امر پروفان یا امر عرفی را هم خواستید قدسی بسازید، این قدسی نمیشه، ولی او امر قدسی او خراب میشه، او کلیشه میشه، اعتبار و قدسیت خود از دست میده، او تبدیل به یک امر مبتذل میشه. در مورد سوال شما دقیق میه، اگر حکومت امر عرفی است، امر سکولار است، در ذات خود امر سکولار است، حالا چی جمهوری باشد چی مشروطه باشد، هر چیزی که شما میگوید، چیزی که هسته ای باید منبعث از اراده شهروندان باشد. حکومت مطابق فلسفه سیاسی که ما جهان بر اساس از او تقریبا اداره میشود، یک امر سکولار هست، منبعث از اراده فرد هست و باید به همین ترتیب سامان بدیم. حالا در این سامان دهی گاهی وقت فرهنگ و گاهی وقت برخی عنعنات و اینا دخالت میکند، ولی این دخالت نباید در حد باشد که حقوق شهروندی و اراده آزاد یک شهروند و عقل انسان و آزادی وجدان را سرکوب کنه. این مسلمه. شما هر نوع دموکراسی را که ببینید این حداقل ها در او هست. حتی اگر ما بخوایم یک دموکراسی حداقلی هم جور بکنیم، ما باید هیچ گونه چیزی از قدسیت را در او وارد نکنیم. ولی اگر کسای آمدن خواست که حکومت الهی بسازه، حکومت را نمیدانم بسیار مقدس بسازه، یا اصلا مدلی از یک حکومت مقدس را بگه در کتاب یا در سنت وجود داره، اگر این کار را بکنه اولین ضربه از این کار نمیشه. تجربه تاریخی خوب شد که از سه تا جمهوری اسلامی آقای صدرم اشاره کردن، تجربه تاریخی هیچ گونه حکومت قدسی و مقدس هیچ آرمان شهر مذهبی را نشان نمیده، حداقل تاریخ 1400 ساله ما مسلمانای را نشان نمیده. ولی میخوایم بگم که ضربه های بسیار اساسی را به امر قدسی یعنی به امر الهی وارد میکنه. ما باید اگر میخوایم که در آینده سعادت سیاسی مردم افغانستان را تامین کنیم، حالا که بحث نظام سیاسی ما سر از نو مطرح شده است، باید یک
مرز بسیار قاطع روشن و استوار با جرأت و شهامت بین امر قدسی و امر عرفی بگذاریم. کاری که طالبان مثلا یا گروه های دیگه امروز میکنه ای است که اینها میخواهد بین امر قدسی و امر عرفی خلط کنه و حاضر نیستن که یک بحث را بکنه و مرز اینها را از هم تفکیک بکنه. اگر قرار باشه حکومت داری، مجازات، ترافیک، نمیدونم مدیریت اینترنت، همه چیز امر قدسی باشه و یک شخصی که خود خود نماینده خدا در زمین و بازتاب دهنده امر قدسی میدانه او امور را مدیریت کنه، دیگه هیچ جای غیر عرفی باقی نمونه، جای برای اراده آزاد شخص باقی نمونه. این یک جهنم اجتماعی به وجود میاره. تجربه تاریخی را نشان میدهند، از لحاظ نظری هم غیر قابل دفاع است. ما که فعلا در حال حرف از تجدید جمهوری شد، الله فرض کنیم که ما به لحاظ حقوقی موافقم با آقای صدر موافقم که واقعا ما یک ساختار حقوقی قوی تر راهی کردیم که این پایه یک جمهوری قوی رو میسازه. ما ارزش های جمهوری رو حداقل به لحاظ ساخت حقوقی داریم، حالا این در عمل و در تجربه اگر تطبیق نشده بس دیگه. حالا که ما دوباره میخوایم یا می ساختار خود رو تجدید کنیم یا میخوایم یک تغییرات حداقلی به وجود بیاریم، باید روی این موضوع بسیار تاکید کنیم که اول حد اقل از حقوق شهروندی باید محفوظ باشه. هر نوع حکومتی که به نحوی مروج خشونت یا مروج تبعیض یا این باشه او را نفی کنیم. دومن یک تفکیک قاطع بین امر قدسی و امر عرفی باشه و ما باید اجماع کنیم که ماهیت قدرت چیست. اولین بحث رو برسانیم به همین تمام گروه های خواستار قدرت پیش از اینکه بگویم ما خواستار این حق طبیعی، هر کس میتونه کاندید قدرت باشه و برای کسب قدرت تلاش کنه، ولی پیش از او بگویم که تلقی از اون ماهیت قدرت چیه. این قدرتی را که تو میخوای اجرا کنی، ما اراده ما، سهم ما، نظر ما، انتقاد ما در این جایگاه داره یا نداره، چیزی که طالبان تاکنون بیان نکرده. بسیار تشکر از شما آقای قیومی. همین پرسش را من میخوایم از شما هم بپرسم. داشتن نوع نگاه قدسی و یک نوع از مثلا نظام سیاسی ولو هر چیزی باشد درست است بدون پرداختن به محتوای یک، و دوم در رابطه به تفاوت بین جمهوری و اماراتی که طالبا از او صحبت میکنن. واقعا دکتر سعد در کتاب خود میگه که تفاوت بین امارت اسلامی با جمهوری تنها تفاوت سیاسی نیست، اخلاقی است، هنجاری است و کارکردی است. میشه که از شما در این باره بشنوم کنم؟ بسیار تشکر. گرچه من موفق به خواندن کتاب آقای دکتر صدر نشدم و از ضمناً تقریبا 5 دقیقه پیش یا 10 دقیقه پیش بود که برنامه خبر دریافت شد و بالاخره حاضر شد، از قبل آمده ای وجود نداشت. اما روی هم رفته ببینید چند نکته بسیار مهم است با توجه به اهمیت بحثی که دوستا داشتن. ما فکر میکنم هیچ چیز را نمیتونیم که ما پیش از اینکه او مورد بررسی قرار بگیره و نتایجش ما قضاوت بکنیم امر قدسی بزنیم و یک نگاهی که مثلا در مورد جمهوری وجود داره به هیچ وجه نمیتونه که یک نوع نظام امر قدسی به خود بگیره. اما مسئله اساسی است که چقدر میتونه این نوع نظام یا نوع رژیم در یک جامعه اثرگذار باشه و یک نتایج بهتر داشته باشه. در قسمت جمهوری پیشتر هم که اشاره کردم موفق به خواندن کتاب من نشدم، اما من تصور بکنم اگر قرار و ای است که ما یک تصویری ایجاد بکنیم که بله جمهوری این خوبی ها را داره اما در برابرش دشمن های هم وجود داره، چیزی که خیلی کمک میکنه که چه رقم جمهوری در کشور قوام بیشتر پیدا بکنه و با توجه به تغییراتی قرار است در جامعه اتفاق بیفته. بحث اساسی و محوری به نظر ما اما پیش نیازهای جمهوری است که در گذشته هم در طول دو دهه به این طرف وقتی که دموکراسی یک دفعه به شکل تصادفی و ناگهانی بعد از به حادثه 11 سپتامبر همزمان به افغانستان وارد شد، یعنی پیش از اون ما یک پیش نیازهای دموکراسی و آنچه که سبب میشه بر گسترش دموکراسی هیچ ایده‌ای، شاید خود جمهوری هم همونطور، بله جمهوری به شکل تصادفی آمد. اما برداشت ما است که وقتی که شما تحولات حدوداً 4 دهه‌ای به پیشین غرب مخصوصا غرب مورد بررسی قرار بدین، قبل از اینکه جمهوری به در جامعه شکل بگیره
و نتایجی در جامعه داشته باشه روی پیشزمینه‌های جمهوری پیش نیازهای جمهوری صورت گرفته. اما در افغانستان هم قرار باشه که این جمهوری به عنوان یک نوع نظامی که میتونه تحولات سیاسی اقتصادی را به شکل درست رهبری بکنه، در جامعه اهمیت پیدا بکنه، باید روی پیش نیازش بسته که من فکر میکنم مهمترینش تغییر اجتماعی است. چرا؟ تا در یک جامعه تغییر اجتماعی شکل نگیره، دانش پیشرفت نکنه و مردم خودشان یک تفسیر درستی از جمهوری نداشته باشند، خب نمیتونن که از جمهوری حمایت بکنن. از سوی دیگر چیزی که باید بسیار مهم است عمل کرده است، یعنی مردم عام مخصوصا در مناطق مختلف افغانستان قبل از اینکه راجع به مفهوم بحث بکنن میبینن که عمل کرده نظام جمهوری چی بوده. از جمهوری های افغانستان و عمل کرده که صورت بگیره چندان مردم راضی نیست و یکی از عواملی که امروز جمهوری به چالش مواجه شده به برداشت ما عمل ضعیف گروه های سیاسی است که زیر چتر جمهوری اینا فعلا فعالیت داره. یکی از مهمترینش به برداشت ما است که اینا هنوز با توجه به شرایطی که بسیار شرایط حساس است اینا نمیتوانند که یک توافق جمعی راجع به جمهوری و قوام جمهوری داشته باشند. در بخش دوم سوال شما بدون شک بس یکی از بازم یک از عواملی که طالبا مستقیم تلاش میکنن جمهوری را به چالش بکشن، گرچه فرصت های زیاد پیش رو است که باید از جمهوری حمایت شود، من برداشتم ایست که در جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی یک جامعه سنتی پیشتر در بخش سوال شما آمد که از جمهوری اسلامی نام بردین، برداشت و تلقی که مردم از اسلام داره این خیلی مهم است که چقدر کمک بکنه به حمایت از جمهوری. در جامعه ما دست کم در این سالهای اخیر یک طالبا یک نسخه بسیار سختگیرانه را از اسلام به مردم معرفی کردن و گروه های افراطی را هم در این سالها از این نسخه حمایت میکنن که نمونه های زیادی وجود داره که در بس گنجایش بحث نیست. اما در مقابلش گروه های دیگر، گروه های سیاسی، گروه های اسلامی میانه رو موفق نشدن که یک نسخه معتدل را از اسلام در حمایت به جمهوری ارائه بکنن. بله. حالی که هیچ نوع تناقضی از نظر ما بین اسلام، بین دموکراسی، بین جمهوری نیست. درست. اگر در صورتی که این نسخه بیشتر ارائه شد و حمایت شد، من فکر میکنم که هنوز به جمهوری مورد قبول مردم است. نوع نظامی که میتونه به افغانستان کمک بکنه خب بدون شک در تقابل با امارت جمهوری است. درست. آقای صدر، از همین جملات پایانی آقای قیومی ما میخوایم شروع بکنم و با توجه به اینکه شما در کتاب از بحرانهایی که جمهوری با اونا جمهوری سوم جمهوری کنونی با اونها مواجه است یادآوری میکنن و میگن که یکی از مهمترین بحرانها بحران اندیشه‌ای است یا بحران فکری است، آیا این بحرانها این جمهوری را از میان خواهد برد، از بین خواهد برد، با خطر وجودی مواجه کرده؟ یک و دوم از جمهوری شریر، قسمی که ما گفتیم در سوال پیشتر صحبت میکنن، منظورتان چی از جمهوری کنونی در افغانستان؟ در مورد سوال اول که جمهوری بدون شک در افغانستان با یک بحران مفهومی روبرو است، با یک هیچ نوع پشتیبانی فلسفی اندیشه‌ای در عقب این نظم سیاسی یا ساختار سیاسی وجود نداشته. مثلا شما اگر برگردین به 100 سال گذشته، 100 سالگی استقلال افغانستان تجلیل شد، جنبش مشروطیت چند مکتوب از خود کسایی که فعالین از این جنبش بودن مشروطی اول یا مشروطی دوم باقی گذاشتن. خب چیزای جسته و گریخته است. مثلا کتابای معروفی هم که نوشته شده مثل عبدالله عبی، کتاب عبی سه مرجع داره، یکیش غبار است، یکی شخص خودش است، یکی هم یکی از مقاله روش مشروط خواهان است، بسته کتاب. کتاب غبار که شما میخواین همش رفرنس به خودش است، اسناد هم که جمع‌آوری کردم میگه که این اسناد ما فلانی جا جمع‌آوری کردیم، اما مرجع اسناد بسیار صادق نیست. به او خاطر یک مشکل کلان اگر از 500 سال گذشته هم ببینین، اما قسم است وقت که در جمهوری کنونی هم میبینیم در مرحله تدوین اینمی نظام یک جمع از الیت نخبه های سیاسی که هم در غرب زندگی کرده بودن هم در افغانستان اینا آمدن شکل دادن قانون اساسی ره.
در عقب فکر هم از اینا هنگام تدوین قانون اساسی از جمهوری چه یک نظام بود؟ ما چه از اونا داریم تا هنوز؟ بسیاریشان زنده هستن. خب پروسه تدوین آرشیف سازی شده در آرشیف ملی افغانستان وجود داره، اما ما لازم داریم بدانیم که کسایی که در عقب از این نظام بودن، شکل دهنده همین نوع ساختار سیاسی است که حالا ما مستفید هستیم ازش، چی هست؟ وجود نداره. خب به او خاطر یک خلای فکری است و این آسان ساخته برای طالب و هر جریان افراطی دینی دیگه هم که بیای این نظام را از بیخ و بن رد بکنه، بخاطر که شما توجیه و بدیلش از نگاه فکری خلق نکردید. درست، این از نگاه فکری است. از نگاه ساختاری هم قانون اساسی نامش جمهوری گذاشته است، اما بسیاری از ساختارها مطابق نظم جمهوری استوار نیست. یکی از مؤلفه‌های نظم جمهوری توازن و تعادل است، چکن بالانس است و تفکیک قوا است. تفکیک قوا که نمیشه به یک صدمه دیده که اصلا وجود نداره در یک کشور. درست، نهادهایی که باید ناظر و حاکم و نظارت کننده بر امر تفکیک قوا باشه، مثلا بسیاری از کشورها محکمه یا دادگاه قانون اساسی وجود داره یا حداقل شورای قانون اساسی داره که صلاحیت بسیار قدرتمند و حتی صلاحیت بالاتر از مرجع مجریه نظم سیاسی داره. کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی افغانستان در چه وضعیت است اکنون؟ رئیس جمهور عملا نمیخواد که اینمی کمیسیون صلابت حقوقی و سیاسی خود داشته باشه. فعلا 3 یا 4 عضو دارن، بقیه اعضا یا رفتن سفر یا در کارهای دیگه مشغول شدن. قضای افغانستان نه تنها که فاسد است، بلکه از نگاه ساختار اداریشان و از نگاه ساختار مالیشان وابسته به نهاد ریاست جمهوری است. باقی مانده بله. خب مجموعه از این عوامل از نگاه فکری، از نگاه ساختاری، از نگاه هنجاری ما شما الیت سیاسی بشریت فاسد داریم. کسانی که حتی که امروز از جمهوریت قرار است در دوحه دفاع بکنن 3-4 مرجع معاش دارن. این نشان میده که ما فضیلت مدنی داریم و شهروندا هم که آنچنان که استاد امیری گفتن از فرهنگ سیاسی دموکراتیک، از فرهنگ سیاسی فعال برخوردار نیستن. این باعث شده مجموعه از اینا که یک جمهوری فاسد یا جمهوری ناقص یا شریر داشته باشیم. من سوال را که در کتاب میام من میخوام و تکرار در اینجا بپرسم، همی که آیا امکان تجدید جمهوری ما، چیزی که میپرسین خودتان، وجود داره؟ اگر بله، اگر جا پاسخ بله است، چطور؟ خب به خاطر تجدید جمهوری یک سری شرایط و مؤلفه‌ای باید باشه. او شرایط چه متاسفانه نداریم. نظام جمهوری در افغانستان به حد صدمه دیده که شما نمیتونید از طریق رفرم‌های حقوقی یا رفرم‌های بوروکراتیک رو تجدید نظر بکنیم برش. یک تجدید نظر بسیار زیاد بنیادی نیاز داره که معمولا تجدید نظر بنیادی در نظم سیاسی یا فلسفه سیاسی از طریق مجمع قانون اساسی صورت میگیره که باید دوباره ساختارها بازندیشی شوند و دوباره طراحی شوند. یکی از پیشرفت‌های نمایت یک مجمع قانون اساسی وجود الیت سیاسی نخبه است که با صاحب یک مفکوره مترقی باشند. ما در افغانستان چند فرد سیاسی را داریم که بتونه تمام احاد ملت افغانستان را دور یک محوریت، حداقل تولید فکر نه، که یک محوریت خلق بکنه. همشان فرقه گرا، همشان گروه گرا، یک عده کثیرشان فرقه گرا، گروه گرا و فاسد هستند. به او خاطر امکان تجدیدش چی از نگاه از بطن جامعه که شما شهروندا را دارین، چی از نگاه نخبه سیاسی دارین، بسیار دشوار است. پس جمهوری سوم با خطر وجودی مواجه است. فرصت بسیار کوتاه داریم. مخایب امیری، 4 بحران یادآوری شد که جمهوری سوم با اونها مواجه است. شما فکر میکنین امکان تجدید جمهوری ما، جمهوری سوم وجود دارد یا نه؟ فقط به یک نکته تاکید میکنم، ما یک سنگ بنا داریم به لحاظ حقوقی. قانون اساسی یک بخشش به ساختارها برمیگرده، ما با آقای دکتر صدر موافق هستیم که فوق العاده معیوب است، و یک بخشش که به ارزش های جمهوری برمیگرده، هم تر که آقای صدر هم اشاره کردن، نسبت به جمهوری های موجود اسلامی بسیار مترقی تر است و اراده آزاد شهروندان را به عنوان منبع قانون به رسمیت شناخته. و من فکر میکنم که اینمی ارزش های مندرج در قانون اساسی باید به عنوان یک سنگ بنا برای هر نوع حرکت بعدی باشد. من اذعان میکنم که واقعا دشواری های زیادی برای تجدید جمهوری وجود دارد، بخصوص با این فرهنگ سیاسی خرابی که ما داشتیم. رئیس جمهور فعلی ما یک از نظریه پردازان نجات دهنده نظام های فاسد بود، ولی بعدها متاسفانه فعلا در رأس یک از فاسدترین نظام ها قرار گرفته و این نقش فرهنگ سیاسی رو بسیار برجسته میکنه. اگر ما بتوانیم از این مسئله نقش فرهنگ جدیدتر بگیریم، به نظر من بر مبنای ارزش های قانون اساسی امکان عبور از بحران را داریم. تشکر آقای دکتر عمر صدر، آقای علی امیری، آقای داوود قیومی، بسیار تشکر و با پوزش
پرسش از آقای خیمی که متاسفانه فرصت تمام شد نتونستیم در آخر از شما بشنویم. تشکر از بیننده های برنامه محور. شب بخیر.